اومدی، یعنی کاملا اونجا شما میتونستید سرسپردگی، وابستگی تمام عیار ارتش آزادی بخش رو به ارتش صدام حسین قشنگ ببینید. Iraqi regime has always been frightened of the autonomy that Kurdistan attempts to gain. This was the main reason why Saddam has always been in favor of Kurdish suppression at any time through any possible means. This is why Masoud Barzani and Jalal Talabani have never claimed so, and even now are not in search of creating an autonomous country in the north of Iraq. Back at home, spending years far away from his country, Talabani remarks as follows among the journalists. I mean a federative, not independent, I said within the framework of Iraq. It's no change of the borders, no change of the borders in the Middle East, but I think the Iraqi Kurdistan, the people of Iraq Kurdistan, must be permitted to determine within the Iraq how to arrange his relation with central government and how to achieve his democratic and national aspirations and rights. خب این فیلم چیزی حدود 10 دقیقهش مونده بود، ولی چون وقت نیست مجبورم یکی دو قسمت دیگه هم براتون پخش بکنم تا یک جنبندی بشه با یک نتیجه برسیم رو عذر میخوام ازتون، ولی خب میتونم سعی بکنم که این رو روی وبسایت هم قرار بدم کل فیلم رو، اگر کسانی مایل بودن برن از روی وبسایت نگاهش بکنن. حالا باید دید که چیکار میتونیم انجام بدیم، اما خب این یه پیش زمینه ای بود در رابطه با اینکه مجاهدین از کجا آمدن، چیکار کردن، هدفشون چه بود و امروز کجا قرار گرفتن، چگونه سیاست میاد از افرادی، بارها خدمتتون عرض کردم اصلا به این نگاه نکنید که خمینی یک زمان می اومد ایران و شعار میداد مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، خود آمریکا اینو گذاشته بود در ایران، میگفت آخه شما تا صبح به من بگو مرگ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، ولی کاری رو که ما میخوایم انجام بده و به وجود آوردن بحران در منطقه و در نهایت آنچرا که ما شاهدش هستیم در طول این 32 سال، چگونه است که اینها میان و مجددا میخوان حرکتی به وجود بیارن. اگر میشه فایل شماره 2 رو آماده بکنید، من قبل از اینکه بریم این رو نگاه بکنیم فقط کوتاه مختصر خدمتتون عرض بکنم که بله، حدود چند مدت پیش بود که من این رو از فرانسه که انجام شده بود در پاریس خدمتتون پخش کردم. این تعداد افراد در پاریس مجلسی تشکیل دادن که نمایندگان متفاوتی هم دعوت شده بودن که این فیلم رو اگر کوتاه مختصر هست نگاه بکنید و در رابطه با اون بیشتر با شما صحبت میکنیم. رودی جولیانی شهردار نیویورک در سال 2001، شهردار جامعه بین المللی در نیویورک، کاندیدای ریاست جمهوری. تام ریج وزیر امنیت داخلی آمریکا 2003 تا 2005. مایکل مکیزی وزیر دادگستری آمریکا 2007 تا 2009. فرانسیس تانزند مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت داخلی و تروریسم 2004 تا 2008. آلن گارسون مشاور حقوقی ایالات متحده در ملل متحد 2005 تا 2006. سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر. آن ماری لیزان رئیس افتخاری سنای بلژیک. آلن ویویان وزیر مشاور در امور خارجه در دولت سوسیالیست فرانسه. ایو بونه استاندار و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه در ریاست جمهوری فرانسوا میتران. ژان پیر برار
نماینده مجلس ملی فرانسه، شهرداران فرانسوی، وکلای اشراف و حقوقدانان بین المللی. ما امروز نیازی به بحث درباره خب البته اون فایل شماره 3 هم هست. این رو نگاه کردید، این مجلس در پاریس انجام شد حدود 2 ماه پیش، قبل از به قول این وریا میگن نیو ایر، سال جدید در فرانسه، و مجلس بسیار بزرگی هم بود که فیلمش رو بهتون نشون دادم. حالا 2 قسمت از فیلمی رو که اگر میشه بچه ها فایل 3 و 4 رو پشت سر هم پخش بکنن از صحبت‌های خانم رجوی و خودتون بیشتر در میابید که من چه گفتم تا این دقیقه‌ای که در خدمت شما هستم. ما امروز نیازی به بحث درباره ماهیت این اتهام نداریم. مرکز بحث ما تأثیر تعیین کننده این لیست گذاری است که به معنای از کار انداختن موتور تغییر در ایران است. وقتی دینامیز به تغییر در ایران را قفل می کنید، چگونه انتظار دارید تحریم ها بتواند اثر جدی داشته باشد؟ وقتی که جنبشی را با انواع موانع مواجه می سازید، دیگر چه مانعی در برابر یک کتازی رژیم حاکم باقی می ماند؟ برای درک اهمیت این موضوع باید به طور خاص به نقش مجاهدین به عنوان آنتیتز رژیم بنیادگرا اشاره کنم. خمینی و جانشینان او دیکتاتوری خود را به نام اسلام برقرار کردند، البته اسلامی که در دست و پا بریدن، سنگسار، زنستیزی، دروغ و فریب و صدور تروریسم خلاصه می شود. در مقابل آنها مجاهدین یک درک بردبار و دموکراتیک از اسلام را ارائه کردند. در برابر یک فاشیسم دینی تحت نام اسلام، راه حل واقعی اسلام بردبار و دموکراتیک است. این ویژگی فرهنگی و برخورداری از ریشه های عمیق در جامعه ایران از مجاهدین یک آنتیتز مؤثر در برابر ملایان ساخته است. آنها نه تنها عامل شکست بنیادگرایی در داخل ایرانند، بلکه مانع اساسی در برابر پیشروی بنیادگرایی یعنی ملاها در منطقه نیز هستند. حال وقتی مجاهدین در لیست قرار داده می شوند، در واقع تنها جنبش مسلمان سازمان یافته که قادر است پیشروی بنیادگرایی اسلامی را سد کند سرکوب می شود. اگر این سیاست تغییر اساسی نکند، به این معناست که عراق در سینی طلایی تقدیم ملاها خواهد شد و این آزمایش سهمگینی برای آمریکاست. و اما چهارمین موضوع مقاومت سازمان یافته مردم ایران است. برای تعامل با ملایان آمریکا مقاومت ایران را محدود و قفل کرده و در نتیجه راه تغییر را بسته است. راه حل صحیح مسئله ایران تغییر رژیم ملاهای حاکم بر ایران است. یک تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران، این همان عنصر تعیین کننده معادله ایران است. پس هر سیاستی که راه را بر مقاومت ایران ببندد، مهمترین اهرم تغییر در ایران و مهمترین نقطه ضعف رژیم را نادیده گرفته است و این است قلب خطای سیاست تعامل. این اشتباه را به روشنی میتوان
در قبال مسئله اشرف دید. ایالات متحده می دانست که دولت مالکی مجری اوامر ملاهاست و این دولت سیاستش را با جنایت و ترور پیش می برد. با این حال مسئولیت امنیت اشرف را به عراق منتقل کرد. چنانکه حقوق‌دانان نشان داده اند، این انتقال نقض صریح قوانین بین المللی است، یعنی نقض کنوانسیون 4 ژنو، نقض کنوانسیون منع شکنجه و نقض اصل نافرمان. در اینجا من قصد ندارم موضوع اشرف را از نظر حقوقی بحث کنم. خب صحبت های خانم رجبی هم شنیدید، البته براتون خیلی جالب تره اگر صحبت های اونو فردا پخش میکنم در برنامه فردا، چون اینقدر فایل ها زیاد هست من نمیرسم همه رو یک جا براتون پخش بکنم و وقتم هم بسیار کم. فردا فایل دیگه ای رو براتون پخش میکنم در رابطه با نشست سناتورها در آمریکا و بررسی به روی این مسئله که آقا اصلا ما چرا نام تروریستی روی این گروه گذاشتیم، این گروه رو باید برداریم جایگزینی بکنیم. به صورت مشخص میگن با حکومت اسلامی این گروه رو باید حمایت کرد برای رسوندن به قدرت در ایران و همین مشخصی دارن میگن. من فقط از هموطنانم این رو میپرسم، آیا شما واقعا با افکار این سازمان، با حرکت‌های این سازمان، با کارهایی که تا به امروز انجام داده، با مدیریتش، یا اینکه از طرف خودش یک شخصی رو برداشته و با نام رئیس جمهور، که اصلا این واژه بسیار نادرسته، مثل همون واژه ملی مذهبی که خدمتتون عرض کردم، رئیس جمهور از طرف یک ملت برگزیده میشه، چون جمهور به معنای مردم، اگر قرار رئیسی باشه برای مردم اول از همه باید قانون اساسی نوشته بشه. قبل از اون اصلا ما باید بریم به دنبال این که مردم به نوع تفهم، مگه نمیگیم دموکراسی، مردم یه روزی برن پای صندوق‌ها رأی خودشون رو برای انتخاب نوع حکومت بدهند، چرا که این جمهوری که در طی این 32 سال تکه پاره کرده کشور ما رو، این هم جمهوری بوده، کسی نمیتونه بگه این جمهوری نبوده، جمهوری بوده، ولی از چه نوع جمهوری بوده؟ آیا مردم ایران مجدداً چنین جمهوری هایی رو میخوان که افکار اسلامی درش مستتر باشه، تجلی داشته باشه، سری به نمیدونم برای عشق ریختن به کعبه برن و نمیدونم به ذریع حسین بچسبن و فیلم برداری بکنن، سر نماز ازشون عکس گرفته بشه فیلم برداری بکنن که آقا ببین اینها چه انسانهای خوبی هن و به اینها رأی بدید، از اینها حمایت بکنید؟ همون داستانی که اون زمان اتفاق افتاد، همون تبلیغاتی که انجام میشد، همون داستان، همون سناریو با شکل دیگری رو دارن به وجود میارن. من در چند بخش متفاوتش که منافع کشورهای خارجی داره حفظ میشه رو براتون توضیح دادم. بعد از اینکه من اینجا رو ترک میکنم، رسانه شما هستید، شما هستید که باید به دوستانتون، به هموطنان دیگری که در فامیل هستن، در آشنایان هستن، این مفاهیم رو، این توضیحات رو برسونید. من نمیتونم 24 ساعته اینجا باشم و رسانه‌ای هم ندارم که اصلا بتونه این داستان رو همینجوری پشت سرم پخش بکنه. ای کاش داشتم و خدمتتون عرض کردم میتونم یک تنه بسیاری از مسائل رو با به کار بردن از تصویر و آوا خدمتتون ارائه بدم و تحلیل و تفسیر در رابطه با آنچه که گذشته، میگذرد امروز و برای آینده چه نقشی برای کشور ما که یکی از ثروتمندترین خاک‌های روی کره زمین هست کشیدند و میکشند، فقط هم به خاطر داشتن نفت و گاز ما. افراد متفاوتی، هموطنان متفاوتی با من تماس گرفتن و نظریات خودشون رو روی تلفن من که اون پایین نوشته شده بود دیروز گذاشته بودن و خیلی ابراز ناراحتی و نارضایتی کرده بودن از اینکه آقا کشور ما درست ثروتمنده ولی واقعا ما چقدر بدبختی کشیدیم نسبت به اینکه این کشور ثروتمنده، به خاطر ثروت ما جهانیان تا به امروز چه بلاهایی سر ما آوردن. با تکرار میکنم، برای رسیدن به خواسته ها اول میبایست آگاه باشید. وقتی که آگاه شدید، آگاهی به دست آوردید، میتونید به خواستتون برسید. جامعه ناآگاه همیشه بازیچه دست
کشورهای بیگانه خواهد بود. ما جزء چند کشور ثروتمند جهان هستیم و تا زمانی که این ثروت زیر خاک ما هست، ما دچار چنین داستانهایی خواهیم شد، از شرق و غرب، از شمال و جنوب برای ما نقشه های متفاوت خواهند کشید. من قصدم به هیچ عنوان توهین به هیچ نوع تفکر مذهبی و یا غیره نیست. بارها خدمتتون عرض کردم حتی انسان ها میتونن گاو رو بپرستن که میپرستن. در هندوستان میلیون ها نفر گاو میپرستند، ملی گاو پرستند، اگر بخوایم از همین واژه استفاده بکنیم که میگن ملی مذهبی، ملی گاو پرست هستند. اونها در هندوستان یک تفکری هست. همه اینها برای اشخاصی که این گونه نگاه میکنن محفوظ، اما جامعه باید بتونه توانایی داشته باشه قانون اساسیش رو به گونه ای بنویسه که نه هیچ شخصی، نه هیچ فردی، نه هیچ گروهی، نه هیچ دسته‌ای مجدداً سوار این ملت نشه و با نام جمهوری، حالا جمهوری دموکراتیک، حالا جمهوری نمیدونم یه ذره اینوری، بر گرده این مردم سوار بشه و این مردم رو تکه پاره بکنه. من فقط یک خط بیشتر جواب نمیدم و خدمتتونم عرض بکنم هر کدام از طرفداران سازمان مجاهدین که نظریات متفاوتی دارن و فکر میکنن که این گونه نیست، نظریاتشون بسیار بشر دوستانه است، میتونن تماس بگیرن با من. شماره تلفن من اون پایین نوشته شده، 949-357-4393. میتونن در برنامه شرکت بکنن، نظریات خودشون رو با مردم در میون بگذارن. من هیچ موقع به قول معروف یک تنه به قاضی نمیرم، سعی میکنم اون چیزهایی رو که به دست آوردم با شما تقسیم بکنم. اگر کسی نقدی داره بر آن مطالبی که من گفتم، میتونه بیاد و نظرات خودش با ما در میون بگذاره. یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، در خدمت شما هستم با پوزش از شما. الو. الو. جانم عزیزم. درود بر شما آقای سعید سمرانی. درود بر شما عزیزم. آقای سعید سمرانی، داشتم فکر می‌کردم با وجودی که هر روز الان چند سال واقعا هر روز دارم روز شماری میکنم که این رژیم بره عوض بشه، ولی گاهی موقعا فکر میکنم بهتره حالا نره. چون الان شما فکر کنید امروز رژیم رفت، شما برنامه‌تون چیه بعد از اینکه الان فکر کنید خامنه‌ای چیز کویت کرده گذشت رفت، شما برنامه‌تون بعد از اون رژیم چیه؟ اصلا هر جمعه جایی نمیشه؟ آیا مجاهدین که انگار ارگانیز هستن اینا حمله نمی کنن که مجاهدین 100% از این رژیم بدترن؟ خب چی میخواد بشه بعد از اون؟ من فکر میکنم خدا کنه یه کسی مثل رضا شاه از داخل اون کشور دلش بسوزه، برای ایران دلش بسوزه، از داخل اونا بلندش بخواد تصمیم بگیره ایرانو نجات بده، وگرنه فایده نداره امروز عوض بشه، فردا هر جمعه بدتر و بدتر هم میشه. بانو بسیار سپاس گذارم، خواستم نظر شما رو هم بدونم. خواهش میکنم، زنده باشید. نه فقط اگر شخصی یا شخصیتی مثل رضا شاه، که به نظر من تعداد افرادی که مثل رضا شاه میاندیشند و توانایی چنین فرد بزرگی رو در مملکت داشته باشند کم نیست، چه درون مرز چه برون مرز، ولی متاسفانه ما با جامعه در تماس هستیم و طرف هستیم. این جامعه است که باید کل مطلب رو درک بکنه، بپذیره و کاری رو که ازش میخوایم انجام بده. من بارها خدمتتون عرض کردم اگر میخواهید واقعاً به آنچه که میخواهید برسید، اون شخص مورد نظرتون رو، اون کسی که حرف شما رو میزنه، راه و روش شما رو میره، حمایت بکنید. اگر تونستید این کار رو بکنید، اولین قدم رو برای رسیدن به خواسته‌هاتون برداشتید، چه حمایت مالی چه حمایت معنوی. باز تکرار میکنم، وبسایت ما اونجا هست، iranbozorg.com. از طریق پیپل میتونید به ما یاری برسونید برای گسترش فعالیت‌ها، نه فقط فعالیت‌های تلویزیونی بلکه پشت پرده، پشت داستان، همچنین به توسط چک یا مانی اوردر در بچه UPO که مخفف United Persian Organization هست، با آدرس زیر تصویر ما PO Box 141 لاگونا بیچ کالیفرنیا 92652 میتونید یاری برسونید. از همه شما سپاسگزارم. فردا قسمت دیگری رو از بینش سناتورهای آمریکایی در آمریکا در رابطه با حمایت از سازمان مجاهدین براتون پخش خواهم کرد. به شما بدرود میگم، تا فردایی بهتر. شادزیم.